به نام خدا، سلام مجدد خدمت دانشجویان عزیز. این جلسه در مورد بافت عصبی میخوام صحبت کنم، اما برای اینکه به یادگار بماند خدمت شما عرض کنم که امروز چندمه؟ 3 دی 1402 کلاس بچه دندان پزشکی ترم 1 ورودی 1402 هست. خب از این باید بخواهم کلاس هایی که ضبط کنم بگم زمانش که بچه ها چیدن که به صورت یادگار بمونم. خب امروز بخواهم در مورد بافت عصبی صحبت کنیم. ببینیم بافت عصبی از چه ساختاره تشکیل شده و عمل کرد و هر کدوم از ساختاراش چیه. همون تیر که اگه یادتون باشه ما 4 نوع بافت اصلی بدن رو صحبت کردیم، گفتیم اپیتلیوم هست، کانکتیو تیشو هست، عضلانی هست و همچنین بافت عصبی. وقتی تعریف بافت عصبی رو کردیم یک جمله واسش تعریف کردیم، گفتیم بافت عصبی بافتی است که سلول های آن دو تا خصوصیت اصلی داشته باشند، بتوانند تحریک بشوند، تحریک و در امتداد خودشون انتقال بدن. اما همونجا ما صحبت کردیم، گفتیم آیا فقط سلول های عصبی هستن که میتونن تحریک بشن؟ نه، همه سلول ها میتونن. منتها این سلول ها تخصص پیدا کردن، یه سری سلول های ویژه دارن به نام نورون که این نورون ها تخصص پیدا کردن که برای اینکه بتوانن تحریک بشن و این تحریک رو تو امتداد خودشون انتقال بدن. قبل از اینکه شروع کنیم بحثو من خدمت شما عرض کنم که یک تعریفی انجام بدم و بعد وارد بحث بشیم. ما کل بافت عصبی یا نروس تیشو، بافت عصبی ما یا نروس تیشو از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. یکی نورون ها، نورون، دوم سلول های چی؟ گلیال، گلیال سل. یعنی تمامی بافت عصبی که ما داخل بدنمون داریم از این دونو بیشتر نیستن، یا سلول‌های نورون هستن که در مورد صحبت می‌کنیم که همون سلول‌های اصلی تشکیل دهنده بافت عصبی، یا گلیال. تعریف گلیال یعنی پشتیبان. گلیال یعنی چی؟ پشتیبان. سلول‌هایی که وجود دارن و تعدادشون چندین برابر تعداد نورون هاست و از نورون ها پشتیبانی میکنن، بهش میگن نوروگلیا یا سلول های گلیال. که این نوروگلیال توی PNS با CNS متفاوته. PNS چیه؟ CNS چیه؟ با هم صحبت میکنیم. نگاه کنید، نرو سیستم یا دستگاه عصبی از لحاظ آناتومیکی به دو قسمت اصلی تشکیل میشه. یک CNS یا سنترال نرو سیستم یا دستگاه عصبی مرکزی، یا PNS. PNS مخففه چیه؟ پریفرال نروس سیستم. از لحاظ آناتومیکی دستگاه عصبی که داخل بدن من هست به دو قسمت اصلی تشکیل میشه، CNS و PNS. CNS چیه؟ PNS چیه؟ CNS تشکیل شده است از مغز و نخاع. وقتی ما داریم میگیم مغز یعنی نیمکره های مغزی، بعد میشه برین استم که برین استم از بالا به پایین، برین استم یا همون ساقه مغز، از بالا به پایین از 3 قسمت تشکیل شده. یک مغز میانی، بعد پل مغزی، بعد چی؟ بصل و نخاع، و در پایینش نخاع قرار داره که پشت پل مغزی و بصل و نخاع ما ساختاری داریم به نام چی؟ مخچه. CNS تشکیل شده از دو قسمت اصلی. قسمت استوانه‌ای که پایین قرار داره بهش میگن چی؟ نخاع. و هر آنچه که بالاست میشه چی؟ مغز. هر آنچه که بالاست میشه چی؟ مغز. مرز بین نخاع و بصل و نخاع چیه؟ خوندید حتما توی استان شناسی جمجمه رو هرون نخوندید. یه سوراخی هست توی جمجمه به نام فرام مگنوم. مرز بین نخاع و بصل و نخاع است. ولی خود مغز از ساختارهای متعددی تشکیل شده. بلافاصله بالای نخاع ما ساختاری داریم به نام برین استم یا ساقه مغز. برین استم یا ساقه مغز مثل یک ساقه‌ای که فکر می‌کنن نیمکره روی اون قرار دارن، که ساقه مغز خودش از 3 قسمت تشکیل شده. قسمت اولیه‌اش بهش میگن چی؟ بصل نخاع یا مدولا اوبلگینتا. و بعد بالای بصل نخاع ما ساختاری داریم به نام چی؟ پل مغزی. و بعد پل مغزی ساختاری هست به نام چی؟ مغز میانی. که پشت پل مغزی و بصل نخاع ساختاری هست به نام چی؟ مخچه. و بعد بالا دیانسفال هست و نیمکره های
مغزی. این میشه CNS. هر آنچه که خارج CNS هست میشه PNS. مثل چی؟ عصب سیاتیک، عصب اولنار، عصب رادیال، هر آنچه که وجود دارد. خیلی ساده، هر آنچه که مربوط به دستگاه عصبی و خارج خدمت شما عرض کنم که CNS هست بهش میگم PNS. کار PNS چیه یا پریفرال نروس سیستم؟ اصلا کار دستگاه عصبی چیه؟ دستگاه عصبی میخواید یه جمله واسش تعریف کنید چی میگید؟ دستگاه عصبی بگید عمل کردش، از آز عمل کرده، اونی که من گفتم اون از آز بافشناسی بود، فانکشن، از آز عمل کردی تعریفش چیه؟ کار دستگاه عصبی جمع‌آوری اطلاعات از محیط بیرون و داخل بدن و انتقال اون به CNS و پردازش این اطلاعات تو CNS و مقایسه اون با تجربیات گذشته و دادن یک پاسخ مناسب به اون محرک. این میشه تعریف ساده خدمت شما عرض کنم که دستگاه عصبی ما. درسته؟ وقتی یک تحریکی وجود دارد تو محیط بیرون، حالا محیط بیرون یا داخل بدن، هر چیزی، یک تحریک، مثلا اینجا خدمتتون یه چیزی که خدمت شما عرض کنم که انگشتای شما تحریک کنه، درسته؟ یه سری از نورون ها این تحریکات رو انتقال میدن به سمت کجا؟ به سمت CNS و اینو انتقال پیدا میکنه میاد به سمت چی؟ بالاتر، مراکز بالاتر. تو مراکز بالاتر پردازش انجام میشه تو این اطلاعات. وقتی میگیم پردازش انجام میشه تو این اطلاعات یعنی چی؟ یعنی اینو مقایسه میکنه با تجربیات گذشته، بعد یک پاسخ مناسب بهشی داده میشه، یک پاسخ مناسب به اون داده میشه. مثلا شما وقتی انگشتتون رو میذارید روی جسم داغ، درسته؟ اول چه اتفاقی میفته؟ حس گرما انتقال پیدا میکنه به چی؟ به CNS. مقایسه میکنه با تجربیات گذشته، میدونه مضره و دستتون پاسخ مناسب بهش داده میشه. این عمل کرده خیلی ساده و ابتدایی دستگاه عصبی مرکزی شماست. شروع کنم اول در مورد نورون های خود صحبت کردن، نورون ها چه ساختارهایی تشکیل شده، چه جوری هست، بعد برمیگردم دوباره من با این PNS کار دارم که این نورون هایی که وجود دارد تو PNS انواع مختلف دارد. نورون های آوران هستن، باوران هستن، نورون های رابط هستن. نورون ها می توانند موتور باشن، می توانند حسی باشن، می توانند ارادی باشن، غیر ارادی باشن. حالا در مورد اینا رو صحبت میکنیم. اول در مورد یک نورون صحبت کنیم، ببینیم ساختار نورون به چه صورت است و بعد برمیگردیم در مورد خدمت شما عرض کنیم که بقیه ساختار امروز صحبت کنیم. نورون ها سلول های اصلی تشکیل دهنده چی هستن؟ CNS هستن. نورون ها سلول اصلی تشکیل دهنده CNS هستن. هر نورون از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. یک جسم سلولی که ساختارهای اصلی سلول درش قرار داره. جسم سلولی یا اسم دیگر جسم سلولی چیه؟ پریکاریون. بهش میگن پریکاریون. حاویه یک هسته بزرگ و یوکروماتین هست. حاویه چی؟ هسته بزرگ و چی؟ یوکروماتین هست. وقتی میگم هسته یوکروماتین داره معنیش چیه؟ یعنی نورون ها فوق العاده از لحاظ پروتئین سازی فعال هستن. و از یک قطب سلول یک زائده بلند و معمولا منفرد به سمت بیرون میاد که بهش میگن چی؟ اکسون. بهش میگن اکسون. و از سمت مقابلش معمولا زوائد متعددی بیرون میاد که به اینا میگن چی؟ دندریت. به اینا میگن چی؟ دندریت. به اینا میگن دندریت.
بس دندریتا زوایدی هستن متعدد و چی؟ فراوان. معمولا ما جایی داریم که خدمت چون اصلا دندری نداره، اینی که دارم میگم به صورت چی؟ روتین هستن. ولی آکسون یک زایده منفرده و چی؟ بلند. ولی دندریتا معمولا خیلی بلند نیستن و متعدد هستن. دندریت بس یک نورون تیپیک از سه قسمت اصلی تشکیل شده. یک، زواید متعدد به نام دندریت. دوم، جسم سلولی. و یک زایده‌ای که معمولا منفرده و فوق العاده بلند بهش میگن آکسون. دونه دونه در مورد مشخصات هر کدوم از این ساختارها با هم صحبت کنیم. ببینیم جسم سلولی یا پریکاریوم چه خصوصیاتی داره، دندریت چه خصوصیاتی داره و آکسون چه خصوصیاتی داره. اول در مورد جسم سلولی. جسم سلولی مرکز فرماندهی نورون هست. مرکز فرماندهی نورون جسم سلولی هست و اینا زوایدش هست. دندریت و آکسون ها چی هست؟ زوایدش. تمام پروتئین های مورد نیاز، تمام این که تصمیم گیری رو کنن. ببینید ما یه قطعه‌ای داریم، به نام آکسون هلیکس. جایی که جایی که آکسون خارج می شود از جسم سلولی به این نقطه میگن چی؟ آکسون هلیکس. فارسیش میشه تپه آکسونی. به این چی میگن؟ آکسون هلیکس یا تپه آکسونی. بذار قبلش چیزی در مورد آکسون بگم و برگردم بگم آکسون هلیکس کارش چیه. فوق العاده ساختار مهمی آکسون هلیکس. اگر توجه کنی آکسون ما توسط یک ساختاری به نام غلاف میلین چی؟ پوشیده شده. به نام چی؟ غلاف میلین. غلاف میلین ساختارش چی بچه ها؟ میدونید؟ ساختارش چیه؟ فسفولیپید هست. ساختار چیه؟ فسفولیپید. عملکرد غلاف میلین چیه؟ آره نه عملکردش هست. سرعت انتقالو افزایش ده، چون انتقال به صورت جهشی انجام میده که الان باید در مورد صحبت میکنیم چیه. سرعت انتقالو افزایش میده. فواصل این قطعه میاد میلین میکنه آکسون. فواصلی که بین این میلین ها وجود دارد بهش میگن گره رامویه. اینو قبلا خوندید، گره رامویه او رامویه نود قشن مورد نیازه. هر چقدر آکسون ضخیم‌تر و تعدادش بیشتر، سرعت انتقال تو آکسون چی؟ بیشتر، چون عایق کردنش میشه قوی‌تر میشه. منتها اگر توجه کنی آکسون قسمت ابتداییش که داره خارج میشه به این قسمت میگن اینیشیال سگمنت یا قطعه ابتدایی. اسمش چیه؟ اینایه اینیشیال سگمنت. دقیقاً اون قسمت از آکسون که از آکسون خارج هلیکس جدا میشه، خارجی بهش میگن چی؟ اینیشیال سگمنت یا قطعه ابتدایی. ببینید میگم تو اینیشیال سگمنت با آکسون هلیکس جاییه که جمع جبری نورون انجام میشه. یعنی چی؟ ببینید ما وقتی هر نورون حاوی تعداد متعددی دندریت. مثلا دیدن سلول هایی که تو لایه پرکنج مخچه وجود داره. ببینید کورتکس مخچه یا قشر مخچه سه لایه وجود داره. لایه وسطیش میشه لایه پرکنج. اونجا یه سری سلول های ویژه‌ای داره. نمیدونم در مورد این خوندید یا نه. یه سری سلول های ویژه‌ای داره. این سلول ها با بیش از 200,000 نورون دیگه آکسون دیگه ارتباط برقرار. این چه داستان؟ یعنی این ور که دندریته با چقدر نورون دیگه در ارتباطه؟ بیش از 200,000 تا. ولی آکسونی که داره خارج میشه، پیغامی که داره ثابت از ساده میشه یک پیغام ثابت. امکان داره یه نورون اینو تحریک کنه، امکان داره یک نورون اینو اینهیبیت کنه، امکان داره نورون دیگر تحریک کنه. این که در نهایت نورون چه واکنشی از خودش انجام میشه، این جمع جبریه کجا انجام میشه؟ تو این آکسون هلیکس میشه. بس فوق العاده ساختار مهمی اینیشال سگمنت یا همون آکسون هلیکس فوق العاده ساختار مهمی است برای چی؟ نورون ها.
چون جمع جبری اینجا انجام میشه که در نهایت مثلا یکی میگه تحریک کن، یکی میگه مهار کن، اینجا است که تصمیم میگیره چه واکنشی نشون بده. اگر شما داخل سیتوپلاسم جسم سلول یا پریکاری رو نگاه کنید، به صورت پراکنده پر از ساختارهای بازوفیلی است که به اینا میگن چی؟ نیسل بادی. به اینا میگن چی؟ نیسل بادی. پره. تنها جایی که شما نیسل بادی ها رو نمیتونی ببینی کجاست؟ این آکسون هالیکسه. توی آکسون هالیکس فاقد نیسل بادی است. حالا علت چم بهتون میگم چیه. نیسل بادی ها چی هم؟ چه اجسامی بازوفیل بودن؟ آفرین. هم ریبوزوم هایی که آزاد هستن یا ریبوزوم هایی که متصل به شبکه اندوپلاسمی خشن هستن. پر از اینا. اینا به صورت پراکنده وجود دارن. اون تا دیگه اینجا اسمش عوض کردن، گفتن چی؟ نیست بادی یا اجسام نیست. تنها جایی که فاقد این نیست بادی هست کجا هست؟ آکسون هالیکس. داستان چیه؟ ببینید بچه ها، آکسون فوق‌العاده زایده بلندی، یعنی شما آکسون هایی که تو عصب سیاتیک هستن، آکسون هاشون بالای 1 متر هستن. بالای چی؟ 1 متر هستن. یعنی ببین، اون نورانی که باعث تحریک عضله نوک انگشت تو میشه، این نورون از کجا، جسم سلولیش تو کجا قرار داره؟ تو نخاع. یعنی آکسونش از اونجا امتداد داره تا کجا؟ نوک انگشتش. انگشت به این ساختار، به این بلندی. در نتیجه برای اینکه ساختار بتواند حفظ بشود، داخلش پر از چیه؟ میکرو توبول هست. میکرو چی؟ توبول هست. و همچنین خدمت شما عرض کنم که یه سری رشته‌های حد واسط، اینترمدییت فیب. رشته‌های حد واسط نورون‌ها چی بود؟ اگه یادتون باشه. رشته‌های حد واسط تو نورون‌ها چی بود؟ نوروفیلامنت. آفرین. وقتی میاد اینه اینجا، وقتی این میکروتوبول ها و نوروفیلامنت ها میان اینه اینجا فیکس میکنن، دیگه اینجا محلی برای قرارگیری، جایی میخوان اینو فیکسش کنن داخل جسم سلولی، دیگه جایی برای اجسام نیست باقی نمیمونه. اصلا چرا به صورت منتشر وجود داره؟ چون داخل نورون ها پر از رشته های حد واسط نوروفیلامنت هست و همچنین میکروتوبول ها، اینا یک شبکه ایجاد میکنن که این اجسام نیست بین این شبکه ها وجود داره. اجسام نیست بین این شبکه ها وجود داره. اوکی. اما شروع کنیم. داخل جسم سلولی میتوکندری هم زیاد است. ما دستگاه گلجی داره، ولی یه تفاوتی وجود داره. دستگاه گلجی داخل جسم سلولی است. آکسون و دندریت فاقد دستگاه گلجی هست. ولی میتوکندری هم تو جسم سلولی وجود دارد، هم آکسون، هم چی؟ دندریت. یه تفاوت دیگه. اگر توجه کنید، و اینجا من به صورت شماتیک کشیدم، آکسون ها از ابتدا تا انتها تقریبا یک قطر ثابتی دارند. ولی دندریت ها اینطوری نیست. دندریت ها هر چقدر به انتها نزدیک میشن، قطرشون چی میشه؟ کمتر میشه. ضخامت دندریت چی میشه؟ کمتر میشه. اینجا هم داریم با هم میبینیم. دندریت ها معمولا تحریک میشن و ورودی هستن، ولی آکسون ها چی هم؟ خروجی هست. آکسون ها چی هم؟ خروجی هست. من یک تعریف دیگه گامی تعریف کردم، یه تعریف دیگر بگیم. کل CNS ما از دو قسمت تشکیل شده است. ماده سفید و ماده خاکستری. اینا حتما گری متر و وایت متر. گری متر و وایت متر. تعریف کنیم ماده خاکستری چیه؟ ماده سفید چی هست؟ یک مثال بزنم تا واسهتون دقیقاً جا بیفته. اگر به اون صورت شماتیکی که من کشیده بودم، این الان چی باشه؟ دستگاه عصبی مرکزی باشه. درسته؟ من این کل دستگاه عصبی مرکزی من اگر به صورت فرش با چشم غیر مسلح نگاه کنیم، یه سری قسمت ها خاکستری دیده میشن، یه سری قسمت ها چی دیده میشن؟ سفید دیده میشن. به چه صورته؟ مثلا اگر من یک برش عرضی از نخاع بزنم، یه همچین ساختار میبینیم، این برش عرضی که از نخاع بزنم، وسط نخاع یک کانالی هست به نام کانال مرکزی نخاع. کانال مرکزی نخاع حاوی چیه؟ مایه مغزی نخاعی. مایه مغزی نخاعی اسمش چی میگیم از این به بعد؟ من دیگه نمیگم مایه مغزی. C S F. C یعنی چی؟ سربرا.
اس یعنی چی؟ اسپاینال. اف هم یعنی چی؟ فلوید. مایه مغزی نخاعی. مایه مغزی نخاعی. پس گفتم سی اس اف یعنی چی؟ مایه مغزی نخاعی. این کانال مرکزی حاوی مایه مغزی. اما اطراف کانال مرکزی ما ماده خاکستری داریم که به صورت اچ شکل به این صورت قرار گرفته. اوکی؟ به این صورت قرار گرفته. اوکی؟ این الان قدامشه، این الان خلفشه. این ماده خاکستری اطرافش ماده چیه؟ سفید. حالا داستان ماده خاکستری چیه؟ ماده خاکستری محل تجمع جسم سلولیه، ماده سفید محل تجمع چیه؟ آکسون هاست. ببین اگر اینا یه سری نورون باشن، یعنی جسم سلولی نورون باشن، یعنی جسم سلولی، یعنی جسم سلولی، یعنی جسم سلولی نورون، یعنی جسم سلولی، یعنی جسم اینا یه سری دندید دارن دیگه، اینا یه سری آکسون دارن دیگه، درسته؟ یک سری آکسون دارن. خب این جایی که تجمع جسم سلولی نمای چی داره؟ خاکستری داره. ولی آکسون ها یا رشته ها نمای چی دارن؟ نمای چی دارن؟ سفید دارن. چرا سفید دیده میشن؟ چون میلین. جنس میلین چیه؟ چربیه دیگه. چربی به چه صورت دیده میشه؟ سفید دیده میشه. پس تعریف ماده خاکستری ماده سفید حالا این ماده خاکستری و ماده سفید تو جای مختلف آرایش متفاوتی دارن. مثلا توی نخا به این صورتن. اینجا چی هن؟ محل تجمع جسم سلولی هن. حالا اینا رو میگن شاخ قدامی، اینا رو میگن شاخ خلفی. تو نورون بعدا میگن شاخ قدامی محل تجمع جسم سلولی نورون های حرکتی هن. اینا محل تجمع جسم سلولی نورون های چی هن؟ حسی هن. حالا این که بیاد تو برین استم متفاوت میشه. این ماده خاکستری پخش میشه به صورت یه سری هسته ها در میاد. به صورت چی؟ هسته ها در میاد. و اطرافش چیه؟ و ما بینش و اطرافش چیه؟ ماده سفید است. بره تو قشر مغز متفاوت میشه. تو قشر مغز ماده خاکستری میره تو دو قسمت. یک، میره تو سمت کورتکس یا قشر، بهش میگن چی؟ کورتکس. درسته؟ کورتکس اصلا محل تجمع چیه؟ ماده خاکستریه. و همچنین یه سری هسته ها که این وسط وجود دارن، مثل هسته های قاعده ای و مثلا هسته های دیانسفال، تالاموس، هایپوتالاموس، این هم جسم سلولی هستن دیگه. بقیهش یه ماده سفید است. حالا بعدا تو نوره اینو میکنید. فقط میخوام بهتون میگم آرایش ماده سفید و خاکستری ناحیه به ناحیه با هم چیه؟ متفاوت است و فرق میکنه. تعریفش هم با هم فهمیدین چیه؟ اوکی. تعریفش هم با هم فهمیدین چیه؟ اما اگر توجه کنید یه مطلب دیگر میخوام صحبت کنم که فوق العاده مهم است. یک واژه‌ای هست به نام دندریت اسپاین یا خارهای دندریتی. این فوق العاده تو پلاستیسیتی مغز مهمه. این مغز یک ساختاری هست که فوق العاده پلاستیسیتی زیاد داره. پلاستیسیتی زیاد داره یعنی چی؟ فلکسیبله. قدرت انعطاف زیادی داره. قدرت انعطاف زیادی داره. شما اگر توجه کنید مفهوم این چیه؟ شما اگر توجه کنید یک شخصی دچار سکته مغزی بشود، یعنی دچار سکته مغزی بشه، مخصوصا حالا در مورد سکته ها دو نوع هست، سکته های مغزی دو نوع هست، یا به صورت خدمه هموراژیک هستن یا ایسکمیک هستن. فرق هموراژیک با ایسکمیک ساده بخوام بهتون بگم، هموراژیک ناشی از اینه که یک خونریزی اتفاق بیفته تو مغز، ولی ایسکمیک ناشی از چیه؟ اینکه یه رگ بسته بشه، خون نرسه و سلول ها دچار چی بشن؟ ایسکمی بشن، نکروز بشن و بمیرم. کدوم خطرناک داره نظرشون؟ اسکمی خطر. هموراژیک اول علائم خیلی بدی داره، ولی بهبودش بهتره. اسکمی که علائم کمتری داره ولی بهبودش به این راحتی نیست، چون سلول ها دیگه چی؟ مردن. سلول ها چی هم؟ مردن. ولی همونه. ببین اگر مثلا اسکمی توی این ناحیه مغز اتفاق بیفته، توی این ناحیه مغز اتفاق بیفته، درست این سلول ها مردن. ولی طرف اگر برود کار مرمانی فیزیوتراپی خوب انجام بدن، ناحیه مجاور و بقیه نواحی مغز میتونن کار اینو خوب انجام بدن. به این میگن چی؟ پلاستیسیتی که تو مغز وجود داره. حتی میگن شما نیمکره مقابل هم میتونی وادار کنی کار انجام بده اگر خوب بتوانی. دیدی همش هم میگن اون حرکت انجام بده دیگه. مثلا
شما دچار سکته مغزی شدی، سمت راستت خدمت شما عرض کنم که دچار یک ضعفی شده، عدم حرکت، عدم است. تنها راهی که بتونید اونو برگردید باید اون عمل رو زیاد انجام بدی، اینقدر اون عمل انجام بدی تا نواحی بقیه مغز بتونن اونو بسازن. این چجوری اتفاق میفته؟ الان ساده بهتون میگم. اگر توجه کنید توی دندریت ها یه سری ساختار هستن بهش میگن خارهای دندریتی، که دیدن اینو بررسی کردن داخلش پر از اکتین هست، رشته‌های چی؟ اکتین هست. این فوق‌العاده خارهای دندریتی زیاده، تقریبا دیدن تو مغز 10^14 خارهای دندریتی داریم. 10^14 چی؟ 14. چقدر چه عددی میشه 10^14؟ چی؟ خیلی اصلا نمیشه 10^14، واقعا عدد خیلی زیاد میشه. این خارهای دندریتی دیدن اینا تشکیل شدن، میتوانن به صورت مداوم تشکیل بشن. اینا تو حافظه نقش دارن، تو این مهارت ها نقش دارن و همه جا نقش دارن. فوق العاده مهم است. به اینا میگن چی؟ دندریت اسپاینز. دندریت اسپاینز. یا خارهای دندریتی. فوق العاده نقش دارن. بخاطر همین میگن هر چقدر بیشتر از مغزتون استفاده کنید، خارهای دندریتی بیشتری تشکیل میشود و بعداً مغزتون مغز چی میشه؟ مستعدتری میشه. مغزتون مغز مستعدتری خواهد شد. خب anyway، در مورد خارهای دندریتی هم صحبت کردیم، در مورد نیسپاژی هم صحبت کردیم. بریم یه خورده در مورد آکسون صحبت کنیم. موافقی یه خورده در مورد آکسون ها صحبت کنیم، ببینیم آکسون ها چه خصوصیاتی داره. آکسون رو من البته ببین، من دارم میگم آکسون زایده ایست منفرد و بلند، ما استثناءاتی هم داریم که دندریت بلندتر از آکسون هست، اینطوری نیست که، ولی به صورت معمول و روتین آکسون ها بلندتر از دندریت هست. ما آکسون هایی که داریم، آکسون داخل سرشار از چیه؟ میکروتوبول ها. سرشار از چیه؟ میکروتوبول ها. میکروتوبول ها ساختارشون از چه پروتئینی بود؟ توبولین دیگه، توبولین A و توبولین B که بعداً در مورد صحبت. این آکسون ها میتوانن مواد رو داخل خودشون از جسم ببینید. اصلا شما اگر توجه کنید، ما یک ساختارهایی داریم به نام نوروترانسمیتر. شما تو دبیرستان به نوروترانسمیتر چی میگفتید؟ ناقلهای عصبی. آفرین. دیگه خیلی امروز ساکتید، دیگه نگفتم اینقدر ساکت باشید، خیلی بیش از حد ساکتید. اوکی؟ بهش میگن ناقل‌های عصبی یا نوروترانسمیتر. نوروترانسمیتر یعنی چی؟ انتقال دهنده دیگه، ترانسمیتر یعنی ناقل. این نوروترانسمیتر کجا آزاد میشود؟ تو ناحیه سیناپسا. تعریف سیناپس چیه؟ ارتباط بین دو تا نورون رو میگن چی؟ سیناپس. وقتی یک نورون، ببینید یعنی یک نورون هست، اینجا نورون دندریت. اینجا که آکسون یک نورون میخواد با دندریت نورون ارتباط برقرار کنه، این ساختار رو بهش میگن چی؟ سیناپس. البته این یکی از سیناپس ها هستن، سیناپس های شیمیایی به این صورت هستن. سیناپس های الکتریکی چیه؟ از طریق همون گپ جانکشن ها هستن که با هم صحبت کردیم متفاوت. خب حالا من بعداً در مورد ساختار سیناپس صحبت میکنم. توی این سیناپس ها وقتی نورونی تحریک میشود، میاد انتهای آکسون یه سری مواد اینجا ترشح میکنند، به اینا میگن چی؟ نوروترانسمیتر. که این نوروترانسمیتر نورون بعدی میکنه چی؟ تحریک میکنه. این نوروترانسمیتر ها کجا ساخته میشه؟ تو جسم سل. بعد انتقال پیدا کنه به انتهای نورون. به این انتقال میگن آنتیگرید. آنتی گرید. ما یه انتقال برعکس هم داریم، یعنی توی بعض سموم باعث این سموم مار چجوری باعث مرگ طرف میشه، بخاطر اینکه وقتی یه تیکر میزنه از طریق آکسون هایی که هست انتقال پیدا میکنه به چی؟ سی ان اس. و اون واکنش ها و تخریب هایی که تو سی ان اس اتفاق میفته باعث مرگ طرف میشه. اون انتقال تو جسم، ببین این آنتی گرید به این صورت میشه، اما ما یه انتقال داریم که برعکسه، به این میگن چی؟ رتروگرید. اصلا ببین از آنتیگرید و رتروگرید پزشکی زیاد استفاده میکنم. من اینجا تعریف کنم اینا رو دیگه تا آخر عمر اینا رو باطی نکنیم. خیلی ساده. انتقالی که
در جهت مسیر طبیعی باشد میگن آنتیگرید، انتقالی که در جهت مسیر برعکس باشد میشود چی؟ رتروگرید. یک مثال بزنم دقیق متوجه بشید. ما یک تصویر برداری داریم از روده بزرگ، روده بزرگ یا کلون ها. برای اینکه بخوایم تصویر برداری کنیم، خدمت شما عرض کنم که یک ماده بهش میگن ماده حاجب. دیدی میگن عکس رنگی، عکس رنگی که ما نداریم که. عوام میگن عکس رنگی، ما چیزی به نام عکس رنگی نداریم. یک ماده میدم میخوره، اون اوپک بهش میگن عکس رنگی. حالا بعضی از تصاویر آنتیگرید گرفته میشه، بعضی از تصاویر رتروگرید. یعنی چی؟ اگر مریض بدیم اون ماده رو بخوره، به صورت روتین بره روده بزرگش پر بشه، این به صورت چی پر کرده؟ آنتیگرید. ولی بگیریم به صورت به صورت برعکس، درسته؟ از ناحیه معقدش این ماده رو بفرستیم بره بالا کرونش پر بشه، این میشه چی؟ رتروگرید. تصویر برداری کلی هم همینطوریه. مثلا ما که از مثانه تصویر برداری کنیم، بیاییم ماده حاجب رو تزریق کنم از طریق کلیه ها ترشح بشه مثانه پر بشه، این میشه چی؟ آنتیگره. ولی بگیم از ناحیه پیشابرا مثانه پر کنیم، میشه چی؟ رتروگرید. بس انتقال تو مسیر طبیعی میشود انتقال آنتروگرید، مسیر برعکس میشه چی؟ رتروگرید. این تعریف ثابتی است که وجود داره. نورون ها، آکسون ها هم انتقال آنتیگرید دارن، هم انتقال رتروگرید. دیدن خیلی هم ساده است، خیلی هم سختی نیست. اگر اینها یه سری میکروتوبول باشن که در کنار همدیگه قرار گرفتن، که توی آکسون قرار دارن، میکروتوبول هایی هست که توی آکسون قرار دارن، یه سری پروتئین ها هستن، یه سری پروتئین ها هستن به نام کاینزین. به نام چی؟ کاینزین. کاینزین ها مواد رو انتقال میدن در جهت چی؟ آنتیگرید. منتها یه سری پروتئین های دیگری هستن به نام چی؟ داینین. به نام چی؟ داینین. داینین ها انتقال میدن در جهت چی؟ رتروگرید. اگر مواد توی آکسون وصل بشن به پروتئین های کاینزین، در جهت آنتیگرید انتقال پیدا میکنن. اگر به داینین ها وصل بشن، در جهت چی؟ رتروگرید. رتروگرید. آره رتروگرید تو حالت حالا من اون سم ها و خدمت شما از ویروس ها رو گفتم که از طریق بعضی از ویروس ها از طریق رتروگرید انتقال پیدا میکنن، درسته؟ آیا کاربردی هم به نظر شما داره تو نورین انتقال رتروگرید؟ داره یا نه؟ 100% 100% داره. ببینید تمامی اعمال حیاتی نورون تو کجا انجام میشود؟ اصلا نورونی که جسم سلولیست نورون باشه شاید بتواند بقیش رو ترمیم کنه. حتی تو نورون های پی ان اس هم پریفرال هم تو نورون های سی ان اس نیست. ولی جسم سلولی از بین بره دیگه کار تمام. خب این از اینجا. حالا نورون ها تقسیم بندی های متفاوتی دارن. نورون ها تقسیم بندی های متفاوتی دارن. یک نوع تقسیم بندی بر اساس زوائدشونه. یک نوع تقسیم بندی بر اساس چی؟ زوائدشونه. نورون ها بر اساس زوائد به 4 نوع تقسیم می شوند. یک دسته از نورون ها از لحاظ شکل زوائد و تعداد زوائد نورون های مولتیپولار هستند. مولتیپولار یعنی چی؟ چند قطبی. نورون های چند قطبی نورون هایی هستند که خیلی ساده من خدمت شما هستند. یک جسم سلولی دارن، از یک سمتشون تعداد 2 یا بیشتر دندریت خارج میشه، از یک سمتشون یک آکسون بلند. اینا میگن نورون های چی؟ مولتی پولار. بیشتر نورون ها مولتی پولار هستن. مولتی پولار. یه سری از نورون ها بای پولار هستن. بای پولار یعنی چی؟ دو قطبی. بای پولار. نورون های بای پولار به چه صورت هستن؟ یک جسم سلولی دارن، از یک سمتشون یک دندیت خارج میشه، از یک سمتشون یه چی؟ آکسون. به اینا میگن نورون های چی؟ بای پولار. نورون های بای پولار. نورون های بای پولار کجا؟ همه حسی بای پولار هست؟ نه، این غلط. همه حسی بای پولار نیستن. چی؟ اعصاب بدن. نه، همه اعصاب بدن بای پولار نیستن. نورون های حسی
تو حسای اسپیشیال هستن. حالا میگم ما حسا دو نوع هستن، یا حسا عمومی هستن یا چی؟ اسپیشیال یا تخصص. فرق حس عمومی با حس تخصصی چیه؟ یعنی چی؟ مثلا مثلا حس بینایی یه حس چه؟ ویژه است. حس بویایی حس ویژه است، حس چشایی حس ویژه، ولی حس درد یه حس چیه؟ عمومی. شما نوک انگشت درد داری، بالای سر درد داری، شکم درد داری، خدمت شما عرض کنم یه روز یه نفر رفت دکتر، حالا بگم فضای کلاس هست، یه روز یه نفر رفت دکتر گفت آقای دکتر من اینجام درد میاد، اینجام درد میاد، اینجام درد میاد، اینجام درد میاد، اینجام هم درد میاد، اینجا اینجام خیلی درد میاد، اینجا اینجام که خیلی درد گرفت اینجا. بعد دکتر معاینه میکنه فکر میکنه مشکلش چی بوده؟ نوک انگشت سخت. اوکی حالا داستان اینه، این حس چیه؟ عمومیه. اوکی حالا خار رفته بود، من نمیدونم چی شده. اونجا خدمت شما عرض کنم که اینا حس عمومیه. ولی آیا تو در وسط نوک انگشتت میتونی بچشی؟ نه، فقط مربوط به این ناحیه است. اینا حسای چی هست؟ اسپیشیال است. حسای تخصصی حاوی نورون های بایپولار هستن. بس کجا وجود داره؟ شبکیه توی حس تعادل. حس تعادل یه حس تخصصیه یا عمومیه؟ تخصصیه. تعادل توسط کجا؟ مخچه. نه تو گوشه، تو گوشه داخلی. مخچه تعادل حس میکنه، مخچه توی کنترل حرکات نقشه. ولی خب تعادل هم میشه دیگه، کنترل حرکات تعادل. عضلاته. ببینید ما دو چیز خوندید که عضلات خوندید که نشون داد. ما دو دسته عضلات هستی داریم تو بدن. عضلات فلکسور و عضلات اکستنسور. عضلات اکستنسور عضلات آنتی گرویتی هستن. یعنی چی؟ ضد جاذبه و برای تعادل هست. تو میخوای تعادل رو حفظ کنی باید کدوم عضلات تو فعال کنی؟ اکستنسور. دیدی کسایی که میرن روی این بندا رو میرن چیکار میکنن؟ این چوب میگیرن دستشون، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونن اکستنسوراشون رو چی؟ فعال. یه جا که گیر کردی، دیدی داری میفتی، اصلا خم نشو. من کو زیاد میرم، یکی از اشتباهات تو کو وقتی که تو داری میفتی خم میشی، اون باعث چه؟ 100% میفتی. چرا؟ عضلات فلکسور رو وقتی بخوای خم کنی، تحریک کنی، تو اصلا تعادل نداری. عضلات اکستنسور هم که تعادل رو تو رو حفظ میکنن. یعنی یه جایی هم داشتی میفتی چیکار کن؟ عضلات اکستنسور تو کاملا اکتیو، هیچ مشکلی بی نمیاد. چرا یه عضلات گفتن باشه؟ چیزی میگفتن؟ تعادل. آه، این تعادل کجاست؟ گوش داخله. بس بایپولارا کجا بودن؟ تو حسای ویژه، تو حسای ویژه همشون دارن. معمولا وسطشون یک نورونی داره که بایپولار است، مثلا تو شبکیه. یه طرف شبکیه است، یه طرف هم میره داخل چی؟ مغز. اینا بایپولار وجود دارن. اما نورون بعدی سودو یونیپولار، تک قطبی کاذب. تک قطبی کاذب. چرا میگن تک قطبی کاذب؟ به خاطر اینکه این نورون‌ها خیلی قشنگه، خیلی زیبا هستن. این نورون‌ها یه جسم سلولی دارن. از این جسم سلولیشون یک زائده واحد خارج میشه که یکیش میره به محیط دندی تو میسازه، یکی میاد داخل چی؟ آکسون میسازه. به اینا میگن چی؟ تک قطبی کاذب. تک قطبی هستن، ولی تک قطبی هستن که تک قطبی حقیقی نیستن. حتی اگر اولین نفر میتونست اسم اینا رو بذاره دو قطبی کاذب، حالا اینطوری گذاشته ماندی همین بذاره در از دو قطبی. به نظر من دو قطبی کاذب به اینا بیشتر میومد، یه خود دیر به دنیا اومد. یعنی ما بودیم دو قطبی کاذب منطقی تر. بس به اینا میگن چی؟ سودو یونی پولار. سودو یعنی چی؟ کاذب دیگه. چی داشتیم؟ کاذب چی داشتیم؟ یه بافت سودو استراتیفای آفر میبینن که تزن. اینا تو کجا هستن؟ اینا تو گنگلیون های حسی هستن. توی گنگلیون های حسی هستن. یه مثال بزنم تو دقیقا متوجه بشید کجاها؟ تمامی گنگلیون های حسی نورون هاشون چی هستن؟ تک قطبی کاذب هستن. اگر توجه کنید، من دوباره اینجا سیم کشیده بودم پاک کردید نسر کشید رو پخش رو بکنم. اوکی؟ یه برش عرضی از مخا که بکشم،
برش عرضی از مخاک میکشه. این وسط کانال مرکزی است. اینا چی هم؟ ماده چی هم؟ خاکستری هم. میگن شاخ خلفی. این شاخ خلفی گفتیم چی؟ حسیه. شاخ خلفی گفتیم چی؟ حسیه. ما توی دو طرف مخا، توی پشت، توی دو طرف مخا، توی پشت یه سری گنگلیون ها داریم. تعریف گنگلیون اول بکنم. ما تجمع، ببین ما دو تا ساختار داریم. ببین تجمع ماده خاکستری یا اینجا یا تجمع ماده خاکستری به صورت کورتکس توی نیمکره مغز و مخچه به صورت چی؟ کورتکس. یا این داخل یه تجمع ماده خاکستری داریم به نام چی؟ نوکلئوس. به نام چی؟ نوکلئوس. اما تجمع جسم سلولی داخل سی ان اس باشه بهش میگن نوکلئوس، اما تجمع جسم سلولی تو پی ان اس باشه اسمش چی میشه؟ گنگلیون. اسمش چی میشه؟ گنگلیون. پس فرق گنگلیون با نوکلئوس چیه؟ پریفراله. تجمع جسم سلولی تو پریفراله، اینکه تجمع جسم سلولی توی چیه؟ سی ان اس. اوکی؟ پس هر جا تجمع داشتیم ما میگیم چی؟ گنگلیون. ما پشت نخاع، پشت نخاع اینجاها یه گنگلیون هایی داریم. اینا یه گنگلیون های بزرگی هستن توی دو طرف، بهش میگن دی آر جی، دورسال روت گنگلیون. گنگلیون ریشه پشتی نخاع. این گنگلیون محل چیه؟ محل تجمع جسم سلولی اولین نورون های حسیه. جسم سلولی اولین نورون های حسیه. ببینید به چه صورته. من الان میکشم نها کنید. این اگر یک نورون حسی باشه، جسم سلولیش اینجاست، این میاد یه زایدهش به سمت محیط میره که چه میسازه؟ دندریت. حس ها رو، حس های عمومی رو خدمت شما عرض کنم که تحریک میکنه. مثل حس چی؟ در حرارت، چراغی، پرپریوسپتیو. در حرارت، حس پرپریوسپتیو. حس پرپریوسپتیو چیه؟ شنیدم چی گفتی؟ چرا؟ حس پرپریوسپتیو چیه؟ حس وضعیت. یعنی چی حس وضعیت؟ یعنی چی حس وضعیت؟ اندواز وضعیت هم دیگه. چی؟ نسبت به هم دیگه. بیا بزرم اینجا. بله، بیا اینجا. خلج. خلج بود درست که اینجا. درست رو بیدیم. مامانه جوان کنم. چه بچه هم میتونم. بیا اینجا. بخواهم جوانیت کنم. بیا اینجا. خلج جز دانشجویان نمونه و بسیار مثل چی مونه؟ در گوش بده. حاجی ها هست میرن مکه میان دو بیر نهی در دو بیر بکنه اکسه. خلج اکس نیست. خلج چشماتو ببند. چشماتو ببند. درسته؟ این انگشتات این بازم چیم بازم انگشتاتو بذار اینجا. اوکی؟ یا نزدیک دوتا بعد اینکه چشماتو با کنی دوتا انگشتاتو به هم بچسب. نوک انگشت بچسبون. عجب بچسبون 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 بچسبون. حالا تقریبا درسته. نه خلج بکنه استرس زیاد. چجوری این کارتون رو انجام بده؟ به خاطر اینکه به صورت مداوم یه سری حسا از تاندون ها و از عضلاتش انتقال پیدا میکنه به سی ان اس. به این حسا میگن حسای چی؟ پریوسپتیو. خلج چشاتو ببند. با انگشت بینی خودتو نشون بده. حالا بینی منو نشون بده. نمیتونه. چرا؟ چرا؟ باز کن چشم. چرا؟ به خاطر اینکه به صورت مداوم از عضلات و تاندون هایی که اونجاست یه سری خدمت شما عرض کنم. در مورد صحبت کردیم. چه ساختاریه تو عضله صحبت کردیم. توی عضله به این ساختاره میگن چی؟ دوکای عضلانی. توی خدمت ربات به اینا چی میگن؟ دقیقاً ارگان های گلجی. درسته؟ دارن به صورت مداوم انتقال پیدا میکنن به سی ان اسش. به این ببین الان شما منو نگاه کنید. درسته؟ من الان نگاه کنید. بدون اینکه بگه پایین رو نگاه کنید، پاهاتون زیر میزه دیگه. پاهاتون تو چه وضعیتی هستن؟ الان یکی میگه من پای راستم انداختم چپ، هم یکی میگه چپ. بعد جالبه قبل از اینکه من بگم شما به این فکر میکردید؟ چجوری شد اینو فهمید؟ اصلا یه بحث دیگه. چجوریه که حسی آگاهانه است یک حسی آگاهانه نیست؟ تعریف من چیه؟ چجوری شما یک حسی برای شما میشه آگاهانه یک حسی آگاهانه نیست؟
چجوریه؟ اگر حسی، ببین همه حسای شما انتقال به کورتکس پیدا، اگر حسی انتقال پیدا کنه به کورتکس مغز میشود آگاهانه، اگر انتقال پیدا نکنه به کورتکس مغز میشود چی؟ غیر آگاهانه. مثلا بعضی حسا میرن، ببین همه حسای پرسپتیکی گفتیم نمیرن داخل کورتکس، میرن داخل کجا؟ مخچه. وقتی شما داری راه میری به صورت مداوم باید کنترل بشه. به چه صورت؟ تو راه رفتن شما سه تا وضعیت بیشتر نداره، یا پای راستت بالاست چپت پایینه، یا چپت رو زمینه راستت بالا، یا دو تا پات رو زمین. اگر اشتباه دو تا پات رو بیاری بالا چی میشه؟ میخوری زمین. همچین اشتباهی نخواهی کرد، چون به صورت ناگهانی به خاطر همینه. من همیشه اینو مثال زدم سر کلاس ها، میگم یه جا وقتی یه نفر رو میبینید، مثلا میگم حالا بهش یه حسی دارید، هر چیزی دیدید، همه تون اینو تجربه کردید، مثلا تو این سنی خیلی زیاده، مثلا یه نفر رو میبینید یه حسی دارید، حتما نه اون حسی که شما فکر کنید، اصلا میخواید جلوش یک آدم مثلا خوبی باشی، درسته؟ مثلا اونجا نشسته، اصلا فکر کنه اون الان تمام تمرکزش روی تو، میگه من مثلا درست راه برم، خیلی خوشتیپ راه برم، اونجا که فکر میکنه خوب راه بری سری گندر زد، یه همونجا پاد میریچه رو پاد. چرا؟ به خاطر اینکه راه رفتن تو به صورت ناگهانه کنترل شده و تو اینو ببری به سمت کورتکست و آگاهانه بخوای این کار رو انجام بدی، دچار چی؟ سوتی خواهی شد. اتفاقا هیچ کاری نکن، بذار مثل حالت طبیعی راه برو، بهش فکر نکن. یه خورده فکر کنید به راه رفتنتون، اگه نخوردید زمین 10 دقیقه فکر کنید بخوای راه بری، می‌خوری زمین، چه نمی‌تونی کنترل کنی. تمامی این حسایی که من گفتم، پرسپتیو، درد، حرارت، ویبریشن، حالا بعدا در مورد اینا صحبت چه هست، تمایز دو نقطه، اینا وقتی تو محیط هستن و وقتی تحریک میکنن میان توسط نورون های یونیپولار انتقال پیدا میکنن به چی؟ به شاخ خلفی. فقط گانگلیون حسی تو دی آر جی نیست، گانگلیون حسی عصب زوج 5 هست، گانگلیون حسی عصب زوج خدمتش حسی کدوم ها دارن؟ 7 است، گانگلیون حسی عصب زوج 5، چون تمام سر صورت 5 دیگه، اون هم چیه؟ سودو یونی پولار است. این چه کمکی میکنه؟ چه فایده‌ای داره که به این صورت هستن؟ چه فایده‌ای داره به نظر شما؟ متوجه چی میگم؟ ها؟ سریع‌تر. چرا سریع‌تر؟ آفرین. یه جسم از صورت نمیشه دقیقی، یعنی دست به دست میکنه از دندرید به سمت آکسون. خیلی مهمه حسای عمومی، ببین حسای عمومی انتقال سریعشون، ما دو نوع حس درد داره، حس درد سریع شارپ، حسای درد مزمن که انتقالشون آهسته تره. حسای محیطی دردهای شارپن، اگر شما یه چاقو برداره بخوره به اینجا پاروشه دردهای شارپن، ولی حسایی که از احشا انتقال پیدا میکنن دردهای چیه؟ مزمن. چند تا تفاوت هم دارن، دردهای مزمن رو تو معمولا لوکال نیستن، نمیتونی ناحیهش رو دقیقاً چی؟ تشخیص بدی. مثلا تو یه دردی توی اوسوارتی داشته باشی تو مفصل لگنت، می کجا درد؟ اینجا درد میاد، دقیقاً نمیتونی نشون بدی. دردی که تو معده داری دقیقاً نمیتونی بگی کجاست، اینجا هم درد میاد. وقتی تو دچار یک سکته قلبی که میشی یک ناحیهت دیگه، ولی درد چی؟ منتشر. هر کدوم هم علت داره، تو نورو میگم هر کدوم چه فوایدی داره و این اتفاق میفته. خب من هم بگم چند دقیقه استراحت بدیم، طولانی شد. اما نورون آخر، نورون آنکسونیک، نورون آنکسونیک چیه؟ آکسون ندارد، فقط چیه؟ دندریدهای متفاوت هست، فقط دندریدهای چیه؟ متفاوت. اینا بیشتر نورون‌های رابطه هست، اینا نورون‌های چیه؟ رابطه هست. ما یه سری نورون‌ها داریم به نام میگه نورون‌های رابطه، فوق العاده نورون‌های مهمی هست که نه حس رو انتقال میدن، نه با حس چی میشن؟ حرکت میشن. حالا اینو میگم که نمره آوران، نه آوران نه آوران، نه حسی نه حرکت، اینا چی هست؟ رابطه. بس نورها چهار و بیشتر نیستن، از لحاظ تقسیم بندی شکل زوائد یا چند قطبی هستن یا دو قطبی هستن یا چی؟ آنکسونیک. آنکسونیک. یه درد رسوات کنیم و بعد ادامه قطعش.